Climate Now, in collaboration with Copernicus. سلام و به برنامه ویژه تغییرات آب و هوایی یورونیوز که به تحولات اقلیمی ماهانه زمین اختصاص دارد خوش آمدید. در این برنامه به رومانی می رویم تا نگاهی به رابطه میان تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی گونه‌های نظیر خرس و گاومیش بیاندازیم. فکر می‌کنم ظرف یکی دو سال به روشنی خواهیم دید که آوردن گاومیش‌ها تا چه حد به حل مشکل تغییرات اقلیمی کمک می‌کند. اما نخست نگاهی بیاندازیم به تازه‌ترین داده‌های آب و هوایی ماهواره کوپرنیکوس. ماه گذشته با میانگین 0.6 درجه گرم‌ترین ماه سپتامبر پس از سال‌های 1981 تا 2010 بود. با نگاه به نقشه تغییرات دمای زمین می‌بینیم نقاط صورتی و سرخ رنگ نقاطی هستند که از میانگین معمول گرم‌تر بودند. در این ماه همچنین گرما در فرانسه، ترکیه، اسرائیل و اردن رکورد تازه ای را ثبت کرد. دمای قطب شمال و بخشهایی از قطب جنوب نیز گرمتر از میانگین بود. اگر به این نقشه تغییرات ماهانه دما از سال 1979 تا امروز نگاه کنیم، به وضوح روند گرمتر شدن هوای زمین را خواهیم دید. شاخص دیگر تغییرات آب و هوایی که آن را بررسی می‌کنیم، سطح یخ‌های قطب شمال است که معمولاً در ماه سپتامبر به پایین‌ترین حد می‌رسد. می‌بینید که یخ‌های این منطقه در نزدیکی سیبری کاهش یافته. همچنین در ماه سپتامبر کل توده یخ قطب شمال 40% پایین‌تر از میانگین بود. حالا گزارشی داریم در این باره که تنوع بخشی به گونه‌های جانوری چطور تأثیر تغییرات اقلیمی را متعادل می‌کند. در اروپا تلاش می‌کنند تا زیست‌بوم‌های طبیعی را احیا کنند و همزمان با گرم‌تر شدن زمین جان تازه‌ای به آنها بدهند. خبرنگار ما به کوهستان‌های غربی رومانی رفته تا گزارشی درباره این فعالیت‌ها تهیه کند. این پل را برای خرس‌ها ساختند، اما گرگ و سیاه‌گوش و گوزن و گراز هم از آن می‌گذرند تا از یک زیستگاه به زیستگاه دیگری بروند. کریستیان میگوید که این پل بخشی از پروژه‌های اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست در برابر تغییرات آب و هوایی است. تاریخ مدرن ما به لحاظ ایجاد زیرساخت‌های پایدار از اینجا آغاز می‌شود، چون این اولین پلی است که برای گوشتخاران بزرگ و دیگر جانوران در رومانی ساخته می‌شود. این پل عریض که در واقع 80 متر پهنا دارد برای عبور خرس‌ها مناسب است. اگر پل به اندازه کافی عریض باشد، خرس مدتی رویش میماند و عبور و مرور و حرکات اطراف را زیر نظر میگیرد تا مطمئن شود که امن است و بعد از پل رد میشود. این پل برای آن ساخته شده که جاده ها مراتع طبیعی را بخش بندی نکنند و حیوانات بتوانند آزادانه و بدون برخورد به آدمی در طبیعت حرکت کنند. ساخت این پل نوعی سرمایه گذاری است و زیست بومی میسازد که با توجه به تغییرات اقلیمی توجیه اقتصادی دارد. از سوی دیگر مسئولان رومانی تلاش کردند تا نژاد گاومیش‌های اروپایی را به این منطقه بیاورند، چرا که حضور این جانوران زیست بومی برای صدها گونه دیگر فراهم می‌کند. حاصل مطالعات بسیار به ما نشان داده که آوردن گاومیش‌ها به زیست بوم در واقع شرایط مناسب تری را برای زیست دیگر گونه‌هایی نظیر گرگ و خرس و نیز بیمهرگان فراهم می‌کند. بنابراین ما اساساً با آوردن گاومیش می‌توانیم تنوع جانوری زیادی به منطقه بدهیم. تغییرات آب و هوایی تنوع زیستی را شدیداً به خطر انداخته، اما از سوی دیگر تنوع هرچه بیشتر گونه‌های جانوری تأثیرات گرم شدن زمین را محدود می‌کند. قطعاً نمی‌توانیم جلوی تغییرات آب و هوایی را بگیریم مگر اینکه کار و زندگی را متوقف کنیم، اما چنین چیزی شدنی نیست. پس کاری که می‌شود کرد آن است که زیست بوم خود را تقویت کنیم تا سالم‌تر و بالغ‌تر شود، و این کار هرچه از تأثیر منفی تغییرات آب و هوایی کم کند برای ما بهتر است. این برنامه تغییرات آب و هوایی هم به پایان رسید. اطلاعات بیشتر درباره تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی را در وبسایت یورونیوز پیدا کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Climate Now in collaboration with Copernicus.